سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه سوم فوریه 2012 و 13 اسفند 1390. برنامه امروز در واقع همش مربوط به کشور خودمون خواهد بود. هر شود که اگر فرصت شد اون وقت اخبار سوریه به ویژه و لیبی رو صحبت میکنم و باز هم اگر وقت بود راجع به آخرین مصاحبه‌ای که آقای اوباما داشته با مجله اتلانتیک مانتلی با آقای گولدبرگ، بله هر چود که حالا اسمش یادم میاد، اسم کوچیکش، از اون صهیونیستای وحشتناک و به خاطر اینی که آقای نتانیاهو دارن تشریف میارن فردا پس فردا، آقای شیمون پرز الان در هتل مجللش در نیویورک هست و تا چند روز دیگه هم کنفرانس یا کنگره ایپک با 14,000 نفر در واشنگتن برگزار خواهد شد و فشار برای حمله نظامی به ایران به اوج خودش خواهد رسید. به همین مناسبت اوباما مصاحبه‌ای کرده که امتیازهای بزرگی باز به اسرائیل و دولت اسرائیل، در این حال که اخطارم بهشون کرده که حمله نظامی پیشرس چه عواقبی خواهد داشت. حالا صحبت میکنم که کشور ما درش چی داره میگذره، رژیم داره چی کار میکنه و دشمنان خارجی چه برنامه هایی دارن و مردم بزرگ کشور ما چی کار دارن میکنن. و از جمله امروز من میخوام چند دقیقه راجع به فیلم جدایی نادر از سیمین صحبت کنم که کشور ما چه استعدادهایی داره، چه فرهنگ بزرگی داره، چه انسانهایی داره که در زیر دماغ این آخوندا چه چیزایی رو می آفرینه. به هر حال آدم تحت تأثیر قرار می گیره و به همین دلیله که با اینکه من این فیلمو فقط یک بار دیدمش ولی کافی نیست، باید بیشتر دیدش. چند دقیقه راجبش صحبت میکنم و بعدش هم نامه ای رو که من در جایی ندیدم، پیمان معادی بازیگر بزرگ این فیلم خطاب به رژیم نوشته، من در جایی ندیدمش و یکی از عزیزان از ایران برام فرستاده، این نامه رو برای عزیزان میخونم. از پیمان معادی بازیگر، در واقع همه اینها جایزه اسکار به همه اینها و به ملت ما داده شد. عرض شد که ولی قبل از شروع برنامه میخواستم عرض کنم که عزیزان واشنگتن، کانون فرهنگی واشنگتن از من دعوت کردن که 12 فوریه، یعنی نه این دوشنبهی که میاد، دوشنبه بعدش، اونجا در کانون فرهنگی که در واشنگتن هست من صحبتی راجبه امکان حمله نظامی به ایران و پیامدهای آن صحبتی داشته باشم اونجا. عرض شد که و عنوانش این خواهد بود، بنابراین 12 فوریه خواهد بود که معمولا ساعت 7 بعد از ظهر، ساعتش من دقیقا نمیدونم ولی معمولا شبه. و این برنامه ها در حدود این انجمن در حدود 30 سال اونجا هستش و هر دوشنبه برنامه دارن، بنابراین جا افتاده است. عزیزان اگه میخوان تماس بگیرن که جزئیاتشو در یابن، شماره ای امیدوارم که قلم و کاغذ عزیزان داشته باشن، شماره خدمت عزیزان میدم 703-817-1651، بنابراین این شماره ای که میتونن عزیزان تماس بگیرن. ولی روز قبلش، یعنی یکشنبه 11، من یه صحبت به زبان انگلیسی خواهم داشت که عرض شود که
راجب 8 مارس، به مناسبت 8 مارس که در جای دیگه خواهد بود. این 12 عزیزان میدونن جیمز مدیسون های اسکول خواهد بود، این مال دوشنبه در جیمز مدیسون های اسکول خواهد بود که در ایالت ویرجینیا، یعنی در حومه واشنگتن هستش، در وینا ویرجینیا. ولی مال یک شنبه در جورج میسون ریجنال لایبرری، نه جورج میسون یونیورسیتی لایبرری، نه، ریجنال لایبرری خواهد بود که باز از طریق اون شماره تلفن عزیزان میتونن اون 1:30 بعد از ظهر یک شنبه 11 فوریه خواهد بود به زبان انگلیسی راجع به 8 مارس بزرگداشت روز جهانی زن. و اونجا من راجع به نقش زنان در جنبش های نوین جهانی صحبت خواهم کرد. برمیگردیم به کشورمون و انتخاباتی که رژیم دیروز به راه انداخت. من گزارشات متعددی رو دارم از جریان دیروز که بعضیاش در سایت ها اومده، از جمله در اخبار روز، در سایت جرس. ولی دیروز دکتر سهیمی در سایت تهران بیورو، در واقع از صبح ایشون یک بلاگ اصلا درست کرد در اونجا و جریان انتخابات رو توسط گزارشگرهای هم پی بی اس و هم گزارشگرهای دیگه و افرادی رو که به اصطلاح آشنایی داشتن از صبح ساعت به ساعت گزارش دادن دیروز جریان انتخابات رو در واقع. و من بخشهایی، برای اینکه این خیلی مفصله و گزارشات ایشون ساعت به ساعت بوده در سایت تهران بیورو به زبان انگلیسی البته، و من بخشهایی رو ترجمه کردم و برای عزیزان میخونم که به نظر من اینا گزارشات به اصطلاح دست اول و خامه در حقیقت، یعنی به اصطلاح مواد اولیه، به اصطلاح چیزهایی که مستقیما از محل به اصطلاح انتخابات گزارش شده. بنابراین و بعضی گزارشات دیگه دارم که عزیزان بینندگان این برنامه برای من فرستادن، اونا رو هم میخونم که ما یک ارزیابی کلی داشته باشیم از این که این انتخاباتی رو که به راه انداختن و اکثریت قریب به اتفاق به اصطلاح نیروها، سازمانها، افراد، شخصیتها این رو تحریم کردن و ببینیم حالا رژیم میخواسته به اصطلاح بگه که بله ما میتونیم و اینا، ببینیم حرفش درست هست یا نه. گزارشگر از تهران، این 9:30 شب تهرانه، یعنی در حقیقت به اصطلاح از صبح گزارش ها آغاز شده بود ولی من همشو نمیتونم اینجا بخونم. من یکی از مراکز رأی‌گیری را 4 سر زدم، هر بار 10-20 نفر آنجا بودن. دفعه اول یک نفر بسیجی داشت بیرون قدم میزد، به او گفتم خلوته، او جواب داد از انقلاب خسته شدم. اما آنچه گویاتر بود بیمحلی مردم به انتخابات و مسخره کردن کل داستان بود. فکر میکنم بعد خود این گزارشگر داره نظر خودشون میگه، من فکر میکنم رژیم مقبولیت خود را نزد اکثریت مردم از دست داده و مسئله فقط این است که چقدر طول خواهد کشید تا از هم فرو بپاشد. وقتی یک ملای 33 ساله به من میگوید اسلامی که اینها پیاده کردن اسلام نیست، متوجه میشوی که واقعا پایه‌های خود را چقدر از دست دادن. یک چیز مسلم است و آن این که در 6 آینده وضع از نظر اقتصادی بدتر خواهد شد، مخصوصا اگر اسرائیل حمله کند. بعد میگه که این یک اشتباه عظیم است، چرا که رژیم نفسهای آخر را میکشد و تنها چیزی که میتواند آن را نجات دهد همین حمله نظامی است. دقیقا همینطوره، حمله نظامیه که میتونه این رژیم رو نجات بده. بعد میریم به اصطلاح یکمی زودترش 9:05. یکی از وبلاگ نویسان با شنیدن اینکه محمد خاتمی رأی داده است، کسی که مردم را به خودداری از شرکت در انتخابات دعوت کرده بود، این وبلاگ نویس سخت ناراحت بود. او با ذکر لقب معروفش سید خندان میگوید حال که سید خندان رأی داده است بهتر است به این عکس از سهراب اعرابی نگاه کند، و بعد عکس رو نشون میده، عکس جسد این جوان 19 ساله
ساله را نشون میداد که قبل از دفن مشغول غسل او هستن. توهین به تمام اینهاست رأیی که خاتمی داد. آخرین میخ رو به تابوت سیاسی خودش زد با این کارش. به مردم پشت کرد و موقعی که به مردم تو پشت کنی تمام کارت. از اون تجلیلی که از خفاش خون آشام کرد تا کاری که با جنبش دانشجویی 78 کرد تا خیانتی که به برادر خودش کرد حتی محمد رضا خاتمی در اون تحصنی که نزدیک به 90 تا از نمایندگان مجلس ششم کردند به اون حتی به برادر خودش و در اون انتخابات شرکت کرد تا بسته شدن فلهی تمام مطبوعات و روزنامه‌ها که ککش نگزید تا این آخرین میخ که به تابوت خودش زد آقای محمد خاتمی. او ادامه میدهد من فکر میکنم خاتمی با این کار خود به ملت ایران خیانت کرد. دقیقا همینطوره. او نشان داد که بجز راحتی خودش هیچ چیز برایش مهم نیست. این همون کسیست که 3 شرط برای شرکت در انتخابات گذاشت و گفت اگر اجرا نشود هیچ امکان شرکت در انتخابات نخواهد بود. ابتدا وقتی خبر را شنیدم باور نکردم، همینطور که خود ما، برای اینکه خبرگزاری فارس مال رژیم به اصطلاح اینو گزارش داد من اولش باور نکردم، گفتم شاید شایعه باشد. سپس خانواده‌اش خبر را تأیید کردند و فیلم آن نیز نشان داده شد. جنبش که عمق میگیره اونایی که رفیق نیمی راهن تمام میشه کارشون. جنبش همینجوری عمق میگیره و باید ببینیم کی تا آخرش میمونه. حالا برای عزیزان گزارشات دیگه ای رو فوق العاده تحلیلی که از ایران برام رسیده که اصلاح طلبا باید تصمیم خودشون رو بگیرن. بر سر یه دوراهی هم. همین حالاش، حالا اسم خواهم برد که صفشون از مردم جدا کردن، یعنی بریدن از مردم. موقعی که ما میگیم فرزند فلان چپ بریده یا اصلاح طلب بریده یا ملی بریده یعنی چه؟ یعنی از صف مردم جدا میشن و به صف دشمن میپیوندن. در واقع حالا ممکنه زود به صف دشمن نپیوند ولی از صف مردم جدا میشن. جنبش که عمق میگیره اینجوریه، در تمام انقلابات اینجوری بوده، در تمام جنبش ها همین طور بوده. همین طور که جنبش عمق میگیره در واقع افراد، سازمان ها، گروه ها، احزاب، تمام گرایش های سیاسی بهشون محک میخوره، دائم محک و مردم به اینا محک میزنن. اگه ما دقت بکنیم موقعی که میگیم انقلاب مداوم یعنی چه؟ یعنی یک چیز دراز مدت این جنبش همین جوری قهرمانانش رو که یه زمانی هاشمی رفسنجانی بوده که اونم اومد رای داد و اونم میخ به تابوتش قبلا زده بوده، هر شبت که یه زمانی به حساب قهرمان به حساب سازندگی و نام امثال هم بوده، عزیزان به یاد بیارن که چطور یک به یک اینا همینجوری محک خوردن و توسط مردم کنار گذاشته شدن و مردم شناختنشون و از صف مردم جدا شدن. الان نوبت اصلاح طلباست که باید ببینیم کدومشون با مردم میمونن، کدومشون با رژیم میرن و کدومشون به دامان امپریالیزم میفتن. یعنی با مردم نمیمونن، چون اونایی که با مردم میمونن باید با مردم باشن، نه با رژیم و نه به دامان امپریالیزم بیفتن و به اصطلاح به کمک خارجی بخوان به قدرت برسن. باید ببینیم. 3 گزارش از اطراف تهران. جریان رأی دادن، این گزارشگر داره میگه که جریان رأی دادن بدتر از آن است که فکر میکردم. من دارم از جنوب تهران گزارش میدم. منزل ما نزدیک محل رأی گیری است. در خرداد 88 این محل چنان شلوغ بود که تمام روز صف طولانی از مردم میدیدی که منتظر رأی دادن بودن. امروز اصلا چنین خبری نیست. مردم یکی یکی می آیند و هیچ جمعیتی وجود ندارد. بیشتر آنهایی که رأی میدن افراد سالمند و زنان چادری هستند. جالب آنجاست که آنچه در صفحه تلویزیون دولتی مشاهده می کنم، حالا عزیزان دقت بکنن که دوربیناشون رو در کجاها گذاشتن. مثلا حسینیه ارشاد که همیشه به حساب افرادشون رو میفرستن اونجا، مثلا دوربین رو اونجا گذاشتن، یا نزدیک قلهک یه جایی بوده، جاهایی که میدونن به اصطلاح عوامل خودشون رو میفرستن اونجا، شلوغ میشه و از اونجاها فیلم بردارن و توی تلویزیون
صدا به سیمای ایران نشون میدن، برای اینکه نشون بدن که به اصطلاح عزیزان میدونن که اعلام کردن که نزدیک 64% از مردم شریک. حالا گزارشات واقعا خام رو میخونیم که اینا چه دروغهایی میگن. میگه آنچه در صفحه تلویزیون دولتی مشاهده میکنم با آنچه که در صحنه میبینم به کلی فرق داره. بعد میگه رفسنجانی هم رأی داد، اما اقلا گفت برخلاف خاتمی ان شاء الله نتیجه انتخابات آنچه شد که مردم میخواهند. و این گفته رفسنجانی نیاز به تفسیر ندارد، داره نشون میده که بهسا چطور اینا تقلب کردن در سال 88 و میگه ان شاء الله که این دفعه مثلا چیز باشه اونجوری نباشه. نظر چند نفر از مصاحبه شوندگان در 5:30 چی بوده؟ بعضی از اینا رو یک دانشجوی 23 ساله چی میگه؟ 21 ساله عضو میخوام. آیا برایشان اهمیت دارد که رأی بدهیم یا ندهیم؟ فردا میلیون ها رأی را خواهند خوان. پدر بزرگ 68 ساله همین فرد میگه که جنگ هنوز در نگرفته، اما قحطی که به همراه آن میآید اکنون با ماست. چرا رأی بدهند؟ تاکسیران 35 ساله کارخانجات بزرگی که لااقل مردم که برای دو نسل اینجا بودند اکنون بسته شدند و هیچ کاری نیست. اکثر آنها که با بسته شدن این کار کارگراشونو داره میگه که با بسته شدن این کارخانجات کار خود را از دست دادن تقلا میکنن، نان بخورنمیری به دست آورن. حال میخوای من رأی بدهم؟ تکنیسیان 50 ساله ماهی 250,000 تومان میسازم، 100,000 تومان کرایه خانه میدهم و پول سوبسید را برای آب و برق میپردازم، بقیهش برای گذران زندگی خانواده تا آخر ماه با قیمتهای تهران است. عزیزان با گوشت 20,000 تومان ببینید چجوری اینا باید زندگی بکنن. در شیراز اپوزیسیون اعلامیه پخش کرده و از مردم خواسته در انتخابات شرکت نکنند. در مشهد اعلامیه های انتخاباتی پاره شدن. ویدیویی که در تهران تهیه شده جوانانی را نشون میده که تصمیم دارن در انتخابات شرکت نکنن. اینا رو تمام توی به حساب وبلاگ عرصه‌بد که تهران بیورو به کمک دکتر سهیمی همه اینها رو به اصطلاح دیروز همین جوری مرتب ساعت به ساعت نشون میدادن. یکی از آنها میگوید سال 2008 رأی دادم، اکنون نمیدهم. دیگری میگوید هیچ یک از دوستانم رأی نمیدهم. و بعد بلاگ سپاتلایت اعلام میکند فراموش نکنید اینهایی که انتخاب میشوند همونهایی هستند که شعار مرگ بر موسوی و کروبی خواهند داد. بعد اون وقت میگه که جنبش سبز به طور فعال از مردم خواسته است که در این انتخابات شرکت نکنند. گزارش دیگه ای رو که یکی از عزیزان از آستان فارس فرستاده برای عزیزان میخونم. در مورخه 12 اسفند طی چند نوبت با ماشین و پیاده از خیابانهای شیراز و شعبه و شعبات اخذ رأی بازدید به عمل آمد. مشاهده شد که خیابانها خالی و سوت کور است و تحریم انتخاباتی کاملا رعایت شده است. ولی بعد از ساعت 20 خیابانها شلوغ شد و بخشی از مردم برای خرید شب عید و یا دید و بازدید به خیابونها آمدن. این شیرازه. گزارش از بخش همایجان یا همایجان نمیدونم کجاست ولی تو آستان فارسه. در پی تخلف انتخاباتی از سوی طرفداران آقای هاشمی، این هاشمی رفسنجانی است، یکی از نمایندگان مورد نفرت مردم، نماینده فعلی جوانان طرفدار کاندید دیگر که خانم احمدی باشه به خیابانها ریخته و با روشن کردن آتش و حمله به بخشداری با نیروی انتظامی درگیر شدند. این درگیری تا پاسی از شب ادامه داشت. از صبح امروز نیز نیروهای اطلاعاتی در منطقه پرسه میزنند تا از روی فیلم‌های تهیه شده این روز صبح 13 تهرانه که الان شبشه تا به حساب فعالان رو دستگیر بکنن از طریق فیلم‌هایی که به حساب تهیه. از طرفی مردم تهدید کردند در صورت انتخاب مجدد هاشمی، همونی که به اصطلاح خانم احمدی رو مردم می‌خواستن، در فرمانداری سپیدان تحصن خواهند کرد. گزارش از نوراباد ممسنی، اینا را عزیزان از ایران فرستادن. در این شهر نیز در اثر درگیری انتخاباتی، این عزیز می‌میسه، 3 نفر کشته و 70 تن زخمی شدند.
یه گزارش دیگه دارم که در سایت اخبار روز اومده، ولی اینم گزارش بسیار جالبیه که به نظر من بسا خبرنگارای خود بسا اخبار روز براش. علارغم تبلیغات رژیم، مشاهدات دوستان ما که از ساعت 15:30 الی 18 از 37 حوزه در مناطق 2, 3, 5, 6, 7, 18 و 19 تهران بازدید کردن اینطوره. در 5 حوزه منطقه 5 تهران در فردوس، آیت الله کاشانی، جنت آباد، چارباغ که مورد بازدید قرار گرفت، تعداد مجریان انتخابات بیش از رأی دهندگان بود و هر رأی حد اکثر 5 دقیقه طول می کشید، یعنی کسی نبوده. در یکی از حوزه ها اصلا رأی دهنده حضور نداشت. در 7 حوزه اخذ رأی در 7 حوزه اخذ رأی منطقه 2 تنها مسجد امام جعفر صادق در ستارخان که معمولا در هر انتخاباتی حوزه مرکزی است و در آن دوربین خبرنگاران سیما را نصب می‌کنند، در ساعت 16:10 عزیزان دقت کنند که دوربینا را کجا می‌ذارن، تنها 19 رأی دهنده حضور داشت. این یکی از شلوغ‌ترینشون بوده. سایر حوزه‌ها در خیابان خسرو، ستارخان و مرزداران کاملا بیرونق بود و رأی دهندگان به 10 نفر هم نمی رسیدن. در منطقه 2 از حسینیه ارشاد، مسجد جامعه قلهک، خیابان عمرانی و زرگنده هم بازدید شد که تنها حسینیه ارشاد، اینم یکی از اونجا هاست که مرتب چیز می، بیشترین تعداد حضور رأی دهندگان یعنی حدود 30 نفر داشت. مسجد جامعه قلهک که جایگاه سنتی بسیج شمال تهرانه و بازاری های زیادی که وابسته به مؤتلفه به سایر گروه های فعال سیاسی هستند و در آن حضور چشمگیری دارند، در ساعت 16:45 تقریبا خالی و 8 نفر برای رأی دادن عرض شود که حضور داشتند. شمایل واقعی این خود به حساب چیز میگه، شمایل واقعی التماس های حماسه ساز سیمای جمهوری اسلامی را به راستی میتوان در این حضور پرشور مشاهده کرد. ولی گزارش دیگه ای رو از شهرستان ها و تهران برای عزیزان میخونم که یکی از عرض شود که عزیزانی که واقعا مطالعه کرده و با دقت به اصلاح چیز کرده برای عزیزان میخونم. میگه ساعت حدود 2:30 است و من از نتیجه کل آرای یکی از شهرستانهایی از شهرستان اینو گزارش میده که میگه چند تیرن اینا و در اثر موقع انتخابات اینا به دلیل به حساب اختلافات تیره ها میان و شرکت میکنن. یکی از شهرستانهایی که چند تیره هستن و در رقابت انتخابات به دلایلی که در اینجا به آن نمیپردازم و معمولا پرتعداد و در انتخابات دورهای قبل اکثرا شرکت میکردن و این جانب صرف نظر از اطلاعات جدا بیرونقی که از طرق مختلف از سایر استانها و شهرستانها به ویژه کلان شهرها به دست آوردم تحقیق کرده، مبنای معیار همه‌پرسی را این شهرستان که نسبت به جاهای دیگر قشری تر و تبلیغات نیست چشمگیر تره، اینو معیار قرار میدم و بعد نتیجه گیری میکنه که واقعا چند درصد شرکت کردن. از منبع موثقی آگاهی پیدا کرده متوجه شدم که با توجه به ترفندها و سازوکارهای پیشبینی شده از ناحیه مسئولین و خریداری رأی که در ساعات آخر به روایات گوناگون تا مرز 100,000 تومان رسید، در همین شهرستان نزدیک به 30% وارد شدن. توی این شهرستان 30% میگه تخمین زده میشه که شرکت کردن، که البته برای تحلیلگرانشون تحلیلگران محلی مال رژیم و همه پرسی مخفی توسط ارگان‌های مختلف منطقه 60-65% تخمین می‌زدند که شرکت بکنند، در حالی که 30% شرکت کرد. در نتیجه برابر مراتب از نظر گذشته و دلایل و شواهد بیرونق صندوق‌های آرا و انعکاس اخبار صندوق‌های رأی توسط
عرض شود که شهروند خبرنگار و مردم عادی که سینه به سینه و گفتگوهای تلفنی پیامک ها به نظر می رسد، نمی توان نسبت شرکت کنندگان در انتخابات را بیش از 20-25% تخمین زد. حال بگذار بلندگوهای حکومتی فردا اعلام کنند که صدها میلیون نفر ایرانی مؤمن و معتقد به نظام روز گذشته به ندای رهبرشون لبیک گفته با آرای خیش دامن فتنه و استکبار را عرض که دهان به اصطلاح فتنه و استکبار را شکستن. اما بد نیست بعدش یه اشاره ای میکنه، این عزیز به اصطلاح گله ای میکنه از اونهایی که در خارج نشستن، اما بد نیست در همین جا به برخی از آقایان، مثلا دکتر جامعه شناس قاضیان و دکتر مهدی خلجی که در همین هفته و روزهای اخیر در برنامه افق صدای امریکا و بی بی سی آنچنان توهین به مردم ایران و عدم شناخت اپوزیسیون نسبت به مردم و جامعه ایران می کردن، تو گویی که وظیفه خوران دستگاه باشن. عزیزان این آدم مهدی خلجی را دیدن در عرض شود که در صدای امریکا چه توهینی به مردم می کرد و این آدم واقعا آدم نمی دونه چی اسم اینا، واقعا به قول این عرض میگه وظیفه خوران دستگاه هن اینا، تخم یأس می پاشیدن و خط گمراهی هموار می کردن، آدم را به شک می اندازن. به نظر من حتی شک هم نمی شه کرد که اینا چه کارن. به زعم آقایان اتفاقات انتخابات 88 و ما بعد آن تماما غلیان احساسات بود و هیچ نشانه ای از عقل و درایت میانش متصور نبود و جنبش سبز هم توهم اصلاح طلبان است و تحلیل ها چه رژیم چه جریانات اپوزیسیون نسبت به مردم هیچ وقت میگه که و تحلیل های چه رژیم و چه جریانات اپوزیسیون نسبت به مردم هیچ وقت واقع گرایانه نیست، بلکه تخیلات سیاسی آنان است و انگار که مردم دغدغه آزادی و غیره را ندارند و همین که آب و دانشون به اصطلاح کمتر و بیشتر به دست اومد، خدا را شکر گفته آروغی میزنند و میگیرند و میخوابند که صبح زودترک سر کار یا مزرعهشون برون، زیرا که مردم ایران به قول دوستان فرهنگی سنتی دارند و قشری فکر میکنند. معلوم نیست این درس ها را در کدام فیضیه عرض شود که تعلیم دیدن. این عزیز از ایران اینو می‌نویسه. امید که همه کمی شتاب زده عمل نکنیم و از روی حب و بغض و رشک و حسد با وقایع برخورد نکنیم و مردم را که در واقع تعیین کننده تحولاتن دست کم نگیریم و امید را همواره تکرار کنیم. من در این حال سایت جرس هم اخبار و به اصطلاح توضیحات مفصلی راجع به انتخابات دیروز داره که فقط من چکیدهشو برای عزیزان میخونم. این جرس امروزه. از 5500 شعبه سیار و دائم اخذ رأی در تهران، تنها در شعبه های خاصی که دوربین های تلویزیون مستقر شده بود، کاملا همینطوره که من اسم بردم کدوم حوزه هاست لااقل در تهران و جمعیت قابل توجهی از مردم حضور داشتن، در سایر حوزه ها بنا به اظهار خبرنگاران مستقل و افراد محلی که مسلماً به اصطلاح این چون بخشی از جنبش هستش، مسلماً به اصطلاح افراد زیادی رو داره که براشون گزارش میدن، متصدیان اخذ رأی با فراغت بیشتری مواجه بودند، به طوری که با ادامه این وضع تا اوائل ظهر چند شعبه در اثر رکود و بیرونقی تبدیل به شعب سیار شدند و بساط رأی‌گیری در آنها جمع شد. عزیزان دقت بکنن که مردم آگاهیشون چجوریه. این رو باید مقایسه کرد با خرداد 88 که چطور مردم طوفان آسا اومدن و رأی دادن و حالا بعضیایی که 88 رو تحریم کردن توی به اصطلاح این جمعه گردی ها و امثالهمشون میمیسن که دیدی بهتون گفتیم اون یکیش هم میباید تحریم میکردید، اینو که حالا تو دهنتون خورده تحریم کردید اون هم میباید تحریم میکردید.
مثل اینکه مردم نمیدونن چرا در سال 76 شرکت کردن، در سال 88 شرکت کردن و حالا شرکت نمیکنن. اینا خودشون رو به خریت میزنن یا واقعا ناآگاهن. داستان اینا اینجوریه. عرض شد که ولی من میخواستم مطلب دیگه ای رو که از ایران برای من رسیده و تحلیل های واقعا جانانه ای که هست، امیدوارم من فرصت بکنم برای عزیزان، فقط بخش هایشون، برای اینکه ساعت ها طول میکشه اگه من بخوام تمام اینها رو برای عزیزان بخونم. این رو میخواستم بخش هایش رو از یه تحلیلی که از ایران اومده برای عزیزان بخونم و بعد برم روی صحبتی راجع به فیلم جدایی نادر از سیمین که واقعا در کشور ما چه انسانهایی پیدا میشه و دشمنان کشور ما، تجاوزگرای خارجی، نمیتونن اینو ببینن. مسئله شون رژیمه، مسئله شون از بین بردن کشور ما دانشمنداشه، هنرمندای تاپش. همین فیلم که نشون داده شده، حالا اگه شد من یه بخشی از هر شبت که نشون به عزیزان میدم که موقعی که این فیلم جایزه اسکار برده چطور یکی از سران دولت اسرائیل به اسلام اون مجسمه اسکار رو در دستش گرفته و گفته حالا ما با این چی کار بکنیم. یعنی اینقدر اینها اذیت شدن از اینکه این فیلم جایزه اسکار رو برده، نمیتونن ببینن، نمیتونن ببینن هیچ کشور رو پای خودش بایسته، به ویژه در منطقه، دانشمند داشته باشه، هنرمند داشته باشه، دانشگاه داشته باشه، آزمایشگاه تحقیقاتی داشته باشه، کتابخونه بزرگ داشته باشه، پیشرفت و علم و تکنولوژی داشته باشه. ابدا. باید مثل کشورهای افریقایی باشه فرضاً، که خورد و متلاششون کردن، یا مثل عربستان باشه، یا مثل کویت باشه، یا مثل امارات متحده عربی باشه که به اصطلاح ساختمون‌های شیشه‌ای سر به آسمان کشیده و مردم هم گاوچرونی بکنن، شترچرانی بکنن و با پول نفت بیان از این ساختمون‌ها براشون بسازن، یا مثل عمان باشه، بردهداری، یا مثل اردن باشه. اینا نمیتونن ببینن یک کشور پیشرفت بکنه. این عزیز می‌میسه که علت شکست‌های تاریخی پیشین در ضعف ناگاهی مردم و رهبران صادق آن بوده است. درست به همان علت دیگر ملت ما ضعیف نیست، چون آگاهیش رفته بالا. اول اینکه خود به درجه از بلوغ در رسیدن به استقلال فکری و دستیابی به راز بقای خود در میان ناملایمات گوناگون پیرامون و درون اجتماع خود رسیده است که این دانایی دیگر در وجود او نهادینه شده و جزی از ذات آن است. بخشی این آگاهی در نهادینه شده در کشور ما. اکنون فراتر از روند عادی جنبش، فصل تازه و بسیار لازم و به پیش برنده جنبش مطرح است تا از نظر فکری جامعه به طور واقعی ارتقا پیدا کرده و قدرتمند بشود. یعنی حتی از این جنبش هم باید جلوتر بره و ما میبینیم که همین طور داره میشه. حالا مثال میزنه که چطور اونهایی که تا چند وقت پیش بخشی از جنبش بودن الان مردم اینا رو عقب، یعنی به پشت سر گذاشتن. از آن جمله بحث امپریالیسم که از آقای اردشیر نسبتاً ارجمند باید ممنون باشیم که با اعلام مواضع خیش ما را بران داشت تا کمی این پرده امپریالیسم را که شیفتگان روشنفکری نولیبرالیسم و پست مدرن می‌خواستند برای برون رفت از انسداد سیاسی آن روی آن را بپوشانند پس بزنید، تا بلکه عقب افتادگان روشنفکری ایران کمی به خود آیند. اونایی که میگن امپریالیسم نیست. تشکر میکنه از آقای اردشیر نسبتاً ارجمند که این مسئله رو مطرح کرد در اون چیز و این مسئله امپریالیسم باز شد. ضمن یادآوری اینکه سردمداران اصلی جنبش کنونی جریان چپ نواندیش است که گاه خود نیز راه به بیراهه میبرد،
بی تردید جنبش نهادین مردم ایران بسیار جلوتر از جریان‌های روشنفکری است و در اینجاست که خلأ بزرگ تئوریک بر جنبش ایران مشهود است، که ما باید از نظر تئوریک واقعا کار بکنیم. زمان میبره، کار میخواد، فرصت میخواد، صبر میخواد، استقامت میخواد. دیگر این که جنبش سبز به اندازه نیرومند و ریشه دار است که این چپهای بریده و چپنماهای بیرون گود و روشنفکرهای مذهبی اندیش لیبرال و اصلاح طلب را یا به راست هدایت کرده در خود هضم می کند و یا از بدنه رو به همگونی و سازماندهی نوگستر خود پس می راند. در واقع داره اشاره می کنه به اصلاح طلبا که باید تصمیم خودشون رو بگیرن که آیا یا با مردمم یا میرن به رژیم و یا به امپریالیسم، میفتن تو دامان امپریالیسم، یا اینکه با مردم میمونن. بسیاری از اینها که خود را دروغی سبز مینامند بر اثر پالایش جنبش یا از جنبش کنار گذاشته شدن و یا خود از جنبش بریدن، که اون وقت از نوع مجتبی واحدی و علی افشاری و مجید محمدی و اینا همشون خودشون رو سبز میدونستن. اینا همشون با اصلاح طلبا بودن و سبز بودن، کاملا به دامان امپریالیسم افتادن. این بریدگان از جنبش هر روز استعداد آن را دارن که یا با حاکمیت به سازش خیانتکارانه برسن و بر علیه جنبش بزرگ ملت برسن، و یا با وطن فروشی پهن کننده فرش قرمز آلوده به خون ملت ایران برای حمله نظامی امریکا و اسرائیل باشن. یا به این دشمن میپیوندن یا به دشمن خارجی. به ویژه جنبش سبزهای توزرد اولویت اول خیانت پیشگی را در پیرامون سازگارا و نوریزاده یدک میکشن، اونایی که به امپریالیسم پیوستن، و البته تحکیم وحدتی هایی که بیرون اومدن. بی پرده باید بگویم که مهم این نیست که اینها نادان یا خائن باشند، در هر صورت ملت ما اینها رو خوب میشناسند. مهم این است که در پس پرده نمانند و خیانت پنهانی احتمالی اینها باید آشکار شود، حتی با اسم. جریانهای دیگری که از سالیان پیش سودای حمله نظامی امریکا به ایران را دارند، قومگرایانی هستند که ملیت را در قومیت منطقه‌ای می‌بینند و بر این اساس واپسگرایانه و شوینیستی یا کمی عجولانه می‌خواهند بعد از فروپاشی ایران به استقلال از نوع قومی یا زبانی برسند. بعد اگر مصلحت فرمودند با دیگر اقوام و ملیت‌ها، ملیت و یا ملیت‌های دیگر، به فدرالیسم برسند. و این عزیزی که این رو نوشته از آذربایجان داره می‌نویسه. آذربایجانی های پانترکیست بخش عظیمی از کردستان را خاک خود می دانند و برعکس کردستانی های متعصب قومگرا نیز نه تنها بخش عظیمی از آذربایجان بلکه ارومیه را پایتخت خود می دانند. تازه پس از فروپاشی و تجزیه ایران، چند دهه جنگ داخلی بین اقوام ایرانی برای تعیین مرز کشور بین خود در پیش خواهند داشت با دستور امپریالیسم، و اون براشون تعیین میکنه، همینطور که جنگ اول جهانی تعیین کردن، اردنی به وجود آوردن، عراقی درست کردن، سوریه ای درست کردن، لبنانی درست کردن، عربستانی درست کردن. نقششون رو عرشبت که سر مارک سایکس در به اصطلاح دفتر مصر، عرشبت که ایجیپت بیورو، تمام نقشه اینها رو کشید. و حالا میخوانم نقشه عرصبت که منطقه و کشور ما رو بکشن. روز به روز بر همگان بیشتر و بیشتر آشکار میشود، راه رو اون وقت نشون میده، که راه مسالمت آمیز و مستقل از دخالت بیگانه، میان برترین و کم هزینه ترین راه تغییر اجتماعی انقلابی است. ملتی که بتواند خود با تکیه بر توانایی هام نیروی خود بر استبداد و بیبندوباری حکومت پیروز شود، حتما توانایی و دانایی آن را نیز خواهد داشت که مسائل اجتماعی و حقوق معطل مانده تاریخی خود را
با قانون مداری و قوانین مدرن و پیشرفته حل بکند. از جمله این راجع به همین است که میخوان ایران رو بعضیاشون تجزیه بکنن راه حل این چیه. از جمله شکل خودگردانی، استقلال محلی یا فدرالیزم را مثل تعمیم پارلمان به استانها و شهر به استانها و شهرستانها که به صورت ناقص نیمبند در قانون شوراها آمده است و انتخابات مدیران استان و شهرستان با سازوکار استانی شهرستانها و مشارکت استان در دولت و غیره، راهش اینه. در درجه اول باید ایرانی وجود داشته باشه که اینا صورت بگیره. این وضعیتیه و گزارشاتیه که از ایران رسیده. ولی من میخواستم چند دقیقه راجع به همینطور که عرض کردم فیلم عرض شود جدایی نادر از سیمین صحبت بکنم. قبل از این که من این صحبت رو باز بکنم، برای اینکه دیدن این فیلم یک بار کافی نیست، باید بیش از یک بار دیدش. فیلم به نظر من نه تنها از نظر هنری یه شاهکار واقعا، بلکه از نظر فلسفی، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی، از نظر نظامی اهمیت داره. نظامی که عرض می کنم یعنی چه نقشی می تونه داشته باشه در جلوگیری از تجاوز خارجی به کشورمون. حالا من اگر شد قطعی از دکتر حمید دباشی آخر برنامه می زارم که ایشون بحث می کنه، چون ایشون متخصص فیلم هم هست، نه تنها یک متفکر بزرگ واقعا و اصطلاحاً تحلیلگر ادبیات و یک متفکر بزرگ، راجع به همین فیلم میگه که این چه نقشی میتونه و به طور کلی فیلمای ایران چه سپر بلای علیه تجاوز خارجی میتونن باشن، از نظر سیاسی چقدر اینا مهمه. ولی من قبل از اینکه وارد این بحث بشم میخواستم پیغامی رو که هنرمند بزرگ کشورمون محمد رضا شجریان خطاب به اصغر فرهادی کارگردان بزرگ کشورمون نوشته برای عزیزان میخونم که امروز من در سایت جرس این رو دیدم. جناب اصغر فرهادی، در این زمانه استعداد کش و هنرستیز که همه درها به روی هنرمندان و نویسندگان و سینماگران آزاداندیش جز یک در بسته مانده، شما و همکارانتون با دست خالی شیرین کاشتید و شگفتی آفریدید و جایزه ارزنده اسکار فیلم زیبای جدایی نادر از سیمین را در سال 2012 با همه رقابت‌های تنگاتنگ سینماگران جهان برای مردم خود به ارمغان آوردید. چون عزیزان میدونن که آقای فرهادی این جایزه رو تقدیم مردم ایران کرد. جناب فرهادی، شما با کارگردانی و تهیه این فیلم وجدان و شرف طبقه تنگ دست مردم نجیب ایران رو به جهانیان شناساندید که به مراتب از دریافت جایزه اسکار مفیدتر است. این جمله بسیار مهمه، واقعا فراتر از جایزه اسکار میره این. و واقعا توی این فیلم شرف طبقه تنگدست ایران رو نشون میده، اون زنی که از همه به اصطلاح اون چیزی که عزیزان حتما فیلم رو دیدن میگذره و اون شرف و انسانیت و نجابت خودش رو نشون میده. فرهنگ ملت ما اینه و این واقعا جوابیست به فرهنگرهایی که تمام خلقیاتی رو که خودشون دارن از طریق فرافکنی به ملت ما نسبت میدن. این فیلم از این جهت اهمیت داره. درود به شرفت، درود به پشتکار و شهامتت. مفتخرم به یکایک همکاران شما و بازیگرانی که شگفتی آفریدید. سرکار خانم
لیلا حاتمی، این زن بزرگ که به 4 زبون صحبت میکنه، ساره بیات، اون زن که از طبقه تنگ دست میاد و شرافت و انسانیتی که تو این فیلم نشون میده، سارینا فرهادی که فرزند اصغر فرهادیه و این دختر چه بازی میکنه، و جنابان پیمان معادی که من نامشو خواهم خون، خطاب به رژیم، شهاب حسینی و شهبازی و فیلمبردار آقای محمود کلاری، آفرین و تبریک میگویم، سرفراز و برقرار باشید. محمد رضا شجریان. پیمان معادی بازیگر بزرگ این فیلم نامه‌ای خطاب به رژیم نوشته که من در جای دیگه ندیدم و میخواستم برای عزیزان این رو بخونم. هر شود که توی این نامه آدم میفهمه که اپوزیسیون واقعی کشور ما در برابر این رژیم آدمخوار کیه و چیه؟ آیا واقعا اینان، محمد رضا شجریان ها، اصغر فرهادی ها، پیمان معادی ها و لیلا حاتمی ها، و یا این خائنین وطن فروشی که در استکهلم میشینن و میخوان هر شبت که در خارج برای ما الترناتیو درست کنن؟ ملت ما اینو تشخیص میده و این رو تشخیص داده. ما یک الترناتیو قدرتمند در ایران داریم. ما انسان‌های شریف اینطور در ایران داریم. اینهایی که زوزه می‌کشن در خارج در جمعه گردی‌هاشون و می‌خوان در واقع الترناتیو سازی بکنن، ملت ما پاسخ دندون شکنی به اینها خواهد داد و اینها رو نمی‌ذاره که دست به خیانت بزنن و احمد چلبی‌های تازه‌ای به وجود بیارن برای کشور ما و کشور ما رو به خاک و خون بکشن. نوشته ای از پیمان معادی، بازیگر نقش نادر در فیلم جدایی نادر از سیمین، که این رو یکی از عزیزان از ایران برای من فرستاده. میگه که سلام کردن گاه رسمیتی میدهد که نمیشود از دل حرف زد. حتی سلام هم نمی کنه. میگه من اگه سلام بکنم وقت یه تعارف این. آدم وقت من نمیتونم حرف دلمو بزنم. بگذارید آخرین ردیف سینما نشسته باشم و خیره به نقش آرایی شما روی پرده هایی که روزگاری نچندان دور پاره اش می کردید حرف بزنم. ما نه گوسفندیم و نه خود را به خریت زده ایم. تنها تفاوتمون این است که بلندگوها را به شما داده اند و تماشاچیگری را به ما پیش فروش کردند. شما می تازید و گرد و خاک می کنید. ما چشم های من از غبار شما و عشق های من گل می شود. حتی عزیزان ببینید، خود نوشته یک هنر بزرگه، اما چیزی نمی توانیم بگوییم. نه اینکه آزادی بیان نداریم. چرا؟ داریم. مشکل اینجاست که آزادی پس از بیان نداریم. در بسیاری از جاهای دنیا همینطوره، از جمله همینجا آزادی بیان هست، ولی آزادی پس از بیان چی؟ مهم اینه که پس از اینکه صحبتتو کردی چی کار میتونی بکنی؟ میتونی هی فوش بدی توی صف نونوایی و توی صف این و فلان و فلان. بعد من همه یه نامه رو نمیتونم، برای اینکه نامه مفصله. ناصر تقوایی در این روزها خاک میخورد. مخمل باف پای ماندن نداشت. بهرام بیزایی با تمام دنیا قهر است. مسعود کیمیایی هنوز خواب اسطوره‌هایش را می‌بیند. پرویز فنی‌زاده که باید در خاک باشد. من واقعا فقط در حساب فیلم‌هایی که در زمان شاه درست شد، فقط چند تایی رو واقعا، بیشتر فیلم‌هایی رو که فنی‌زاده بازی می‌کرد، این انسان بزرگ رو فقط من می‌دیدم. بهروز وثیقی که ممنوع است. بهروز وثیقی که ممنوعه. و فاطمه معتمد آرام مفقود الاثر. پس
باید پرچمدار سینمای ما حامد کمیلی شود، باید مسعود دهنمکی اپرای مجلل در گیشه ها براه اندازد. موقعی که شما همه اینها را حس می کنید، اینان که میان جلو یک مش اوباش واقعا. باید فریدون جیرانی، یکی دیگه از همینا، یک هفته شب نخوابی بکشد تا نقشه ترور شخصیت بازیگرهای ما را بکشد. بگذار این فریاد نصفه ای باشد که از گلوی یک نسل پریده است. نسل ما را ببخشید. ما خواستیم نفهم بمانیم. نشد. به خدا نشد. در واقع داره به انقلاب نگاه میکنه و این که چطور دنبال ارتجاع مردم افتادن. ولی نشد. آگاه شدن مردم. یک انقلاب بزرگ فرهنگی در برابر ارتجاع در کشور ما صورت گرفت. وقتی داش اکل به غیرتمون زد، وقتی قیصر به پاشنه خابیدمون خندید، یکی یکی فیلم‌ها رو داره اسم میبره، وقتی مسافران را نفس کشیدیم، وقتی هامون را به جان ناخودآگاهمون انداختن، دست ما که نبود. ما گاو مهرجویی را دیده ایم که گاو نمانیم. ندانستیم از باشو هم غریبه‌ای کوچکتر میشریم. ما را ببخشید که طعم سینمای خوب را چشیده ایم. ما را ببخشید اگر دست‌های لرزان اکبر عبدی در مادر از یادمان نرفت، اگر کمر خمیده معتمدارای گیرانه را تا خوردیم، اگر با حاج کاظم آژانس شیشه‌ای عذاب وجدان گرفتیم. تمام اینا اسمای فیلمایی که اومده و در یک جمله اینا رو تک به تک تعریف میکنه که اینا چه معنایی داشتن این فیلم‌ها. اگر در مهاجر جبهه های من را دید زده ایم و اگر طعم ناب گیلاس را چشیده ایم. بعد فریاد می کشه. شما اهل به خود آمدن نیستید و نبودید، اما بدانید سکوت ما از سر بیکسیست. ما را با این بیکسی گل گرفته اید و دل این نسل بر ناخدا خورشید، بر ناخدا خورشیدها تنگ است. حدس من اینه که زندانیان سیاسی رو داره میگه. ما خون دل میخوریم و بزرگان این سینما سکوت میکنن. شما هم میتازید. آقای اخراجی ها، آقای پایان نامه، آقای ضد سینما، اینجا هر چه شود و هر چه باشد هنوز ایران است. بعد خطاب به مردم. کاش این نسل آنقدر غیرت داشته باشد تا گوش همیشه طلبکار شما را به این نوشته برساند. فوروارد کنید، به پیش برید، آنقدر که بی اجازه به رخشان کشیده شویم. عزیزان دقت می کنند که چه انسانهایی در کشور ما هست و چطور. حالا همینطور که عرض کردم آخر این برنامه، من یک کلیپ در حدود 15 دقیقه از دکتر دباشی نشون میدم که اثر این فیلم رو در واقع از جهت سیاسی نشون میده. همینطور که عرض کردم فقط فیلم یک جنبه نداره، بلکه ایشون توضیح میده و به نظر من، خود منم به همین عقیده هستم و موقعی که فیلم رو دیدم متوجه شدم که این چه اهمیت جهانی میتونه داشته باشه و چطور میتونه یه سپری در برابر تجاوزگرای خارجی باشه. همینطور که دکتر دباشی توضیح میده، اینا موقعی که میخوان به یک کشور تجاوز بکنن، تمام یک ملت رو، مثلا ملت 30 میلیونی افغانستان رو تبدیلش میکنن به یه آدم منفوری که در حقیقت قهرمان خودشون بوده، اسامه بن لادن. عزیزان بعد از 11 سپتامبر دهه 80 رو به یاد بیارن، 1980 رو، زمان رونالد ریگان رو، که زمانی که میخواستن علیه افغانستان یا شوروی بجنگن، چه قهرمانی از همین آدم ساختن و تبلیغش کردن به جنگنده بزرگ راه آزادی، همین آیه اسامه بن لادن رو. چطور صدها هزار طلبه یا طلاب یا طالبان رو پرورش دادن با پول عربستان و راهنمایی CIA، و چطور میلیون ها به اصطلاح
از این چیزهای مذهبی چیز کردن، صدها یا ده ها هزار به سام مدرسه در پاکستان درست کردن، ضیاءالحق رو آوردن اونجا، رو هم جمهوری اسلامیش کردن، اینا رو تربیت کردن و بعد آوردن مسلطشون کردن و نابود کردن کشور افغانستان رو به این ترتیب. و بعدش بعد از 11 سپتامبر دیدیم چطور تبدیلش کردن به یه شیطان بزرگ و کل ملت افغانستان تبدیل شد به، خلاصه شد در یک نفر، با اونم آقای طالب، عرض شود که اسامه بن لادن با اون ریش و با اون مسلسل و با اون عمامه و امثالهم و امثالهم. موقعی که شما چدین یک ملت 30 میلیونی مثل افغانستان رو با تمام تاریخ بزرگش، با تمام فرهنگ بزرگش، با تمام انسانیتش که این امپراتوری های متعددی رو شکست داده تبدیل به اسامه بن لادنش بکنید، چه اشکالی داره که برن بمباران سفره‌ای بکنن و صدها هزار انسان رو به خاک و خون بکشن و شهرها و دهات و اینا رو با خاک یکسان بکنن، برای اینکه به اصطلاح برای مردم امریکا در حقیقت و تا حدی برای مردم جهان و حتی بعضی از خودفروختگان خود افغانی ثابت میکنن که آره، مردم افغانستان و ملت افغانستان نمایندهشون اسامه بن لادنه. بنابراین اگر ما بمباران بکنیم و به خاک و خون بکشیم و قتل عامشون بکنیم، مسئله ای نیست. بعد از اون اومدن سراغ عراق، کل ملت عراق با یه تاریخ 5000 سالشو تبدیلش کردن به صدام حسین با اون شمشیرش و هفتیرش و امثالهم و امثالهم. اینه داستان. و الان ایران ما رو خلاصه کردن در قیافه، حالا هرچی که را اسمشو بذاریم، احمدی نژاد و یا اون عمامه و ریش آقای خامنه ای، خلاصه کردن یک ملت 75-6-8 میلیونی رو به این دو نفر آدمی که مورد نفرت اکثریت عظیم ملت ما، تمام به اساس دستگاه های ارتباط جمعی که زیر سیطره صهیونیستان، الان ایران رو برای شیطان سازی از احمدی نژاد و خامنه ای هدفشون همینه. همون کاری که در مورد افغانستان کردن، همون کاری که در مورد عراق کردن، همون کاری که در مورد لیبی کردن و به اساس اون قیافه آقای معمر قذافی رو، تمام ملت لیبی تبدیل شد به معمر قذافی. شیطان سازی از اینا میکنن و در نتیجه از نظر ذهنی عزیزان باید بدونن که این یه چیز تازه نیست. من راجع به کتاب حاجی بابا اصفهانی قبلا صحبت کردم که جیمز موریه که با اولین سفیر سر عرض شد که با اولین سفیر انگلیس در ایران به همراهش میاد و بعد از اینکه چندین بار به ایران مسافرت میکنه و بعد بازنشسته میشه با یه حقوق مکفی در انگلیس، همین آقای جیمز موریه کتاب معروف به اسم حاجی بابا اصفهانی رو مینویسه. اولین سفیر انگلیس در ایران سیمز عرض شد که سر هارفورد جونز، جیمز موریه با اون میاد به ایران. و شما این کتاب رو اگه بخونید ببینید چه خلقیاتی به ایران نسبت میدن، درست همون فرهنگرایای ایرونی که همون خلقیات رو به ملت ایران نسبت میدن. چرا جیمز موریه این کار رو میکنه؟ برای اینکه انگلیس باید مسلط بشه بر ایران. و موقعی که شما یه ملتی رو به عنوان یک ملت پست و عقب افتاده و وحشی تصویر بکنین، مسلمه که حقشونه که بسازن زیر سیطره و اینا میگن که ما میریم اینا رو متمدنشون میکنیم. White burden یا به اصطلاح مسئولیت و به اصطلاح رسالتی که خداوند به دوش ما گذاشته که بریم اقوام غیر سفیدپوست رو به اصطلاح آدمشون بکنیم، متمدنشون بکنیم. حالا فیلم جدایی نادر از سیمین چی رو نشون میده؟ کدوم فرهنگ بالاتره؟ عزیزان فیلم رو نگاه بکنن و ببینن که در خود فرزند مقایسه بکنن که یه انسانی پدر در واقع از کار افتادش رو در اثر آلزهایمر چطور پابند این پدره و این پیوند خانوادگی رو چطور میتونه حفظ کنه. مسئله اجتماعی عظیمه واقعا. در امریکا عزیزان ببینن که، حالا من بارها راجع به این قضایا صحبت کردم از زمانی که من سفر دومم به غرب اومدم،
اینا آیا به پدرشون واقعا اینطور توجه دارن؟ من یه مقدار از تجربه خودم میگم، حالا دیگه حرفو میکشه. همیشه برام مطرح بوده که چرا هم اروپایی و هم امریکایی اینقدر به سگ علاقه دارن. برام سوال بوده واقعا. اولین بار من موقعی که در اتریش بودم سال 82 با دختر کوچیکم روی یکی از نیمکت‌های پارک نشسته بودم. نیمکت بغلی یه خانم مسنی، برای این که عزیزان میدونن که در شهر وین تعداد زیادی سالمند و به حساب بازنشسته هستن، به یک معنای اون زمان بهش میگفتن شهر بازنشستگان، افراد سالمند، هم مرد هم زن. من موقعی که با دخترم نشسته بودم صدایی میشنیدم که یه نفر این خانم داره صحبت میکنه و من به حساب کنجکاو شدم که آیا داره با ما صحبت میکنه؟ به آلمانی صحبت میکرد. دیدم نه، روی سخنش با ما نیست، با سگش داره صحبت میکنه. برام خیلی جالب بود واقعا. تا بعدن اومدم تجربه‌ام یه مقدار زیادتر شد و متوجه شدم که اینا واقعا اگر یه ماشین بزنه به یه سگ ترافیک متوقف میشه، ولی بارها و بارها شده که اگر توی یه جاده، توی یک هایوی به قول معروف یه شهرهایی آدمی کشته بشه، آنچنان توجه زیادی بهش نمیشه و ماشینا میرن. رابطه انسانی ضعیفه عزیزان در این فرهنگ. دلایلی البته داره، دلایل زیادی داره که به اصلا روابط انسانی سست میشه و به همین دلیله که بسیاری از خانواده ها موقعی که افراد سالمندشون به یه سن بالایی میرسه و درد سر توی گیومه براشون ایجاد میکنه، رهاشون میکنن. توی این فیلم نشون داده میشه که فرهنگ ایرانی اینو قبول نمیکنه، فرهنگ ما اینو قبول نمیکنه. علت جداییشون چیه؟ که در واقع میخوان. حالا این یه جنبشه، فقط یه جنبشه. جنبه‌های متعدد دیگه ای داره که چطور یک زنی از خانواده فقیر که به دلیل فقر و واقعا احتیاج میاد در جایی و در شرایطی کار میکنه که باید یه مرد رو تمیز بکنه، که این در فرهنگ اسلامی ایران و حتی از طریق نرم ها، حالا نه تنها رژیم حاکم، به اصطلاح این پذیرفته نیست، ولی مجبوره و به همین دلیل هم که به شوهرش اطلاع نمیده و مجبوره که به اصطلاح کار بکنه و بعدش متهم به دزدی که میشه. این چطور به اصطلاح چیز میشه و چطور از صدها هزار تومانی یا میلیون ها تومانی که ما میلیون ها تومان در حقیقت که در آخرش به حساب میخواست میگذره به خاطر اینکه شرافتش رو حفظ بکنه، برای اینکه میدونه که به حساب اون بچه‌ای رو که سقط کرده واقعا تقصیر به اصطلاح نادر نیست، بلکه به اصطلاح در اثر یه چیز دیگه است، در حالی که میتونست این پول رو بگیره ولی نگرفت چون شرافتش قبول نمیکرد. ما این رو نمیبینیم، من در غرب ندیدم. تک و توک این ور اون ور میتونه پیدا بشه. و اما آیا مدرنیته دارن؟ توی این فیلم شهر تهران لااقل به عنوان یه شهر مدرن نشون داده میشه. روابط پدر با دخترشو ببینه عزیزم، چه رابطه انسانی و مدرنیه. رابطه یه زن با مردو عزیزان نگاه کنه، تمام روابط رو، حتی دادگاه، دادسرا. کاش قضات اینجا مثل همون حاج آقا بودن که برسن به مردم. کاش. یعنی جنبه‌های متعددی داره فیلم و این در نتیجه نشون میده که ملت ما یه ملتیه که فرهنگش یه فرهنگ هم مدرنه، هم انسانیت و شرافتش رو حفظ کرده. همین دخترها با این چارقد ببینید چه مدرنن واقعا، با شیوه رفتارشون، شیوه برخوردشون و غیره و غیره. یعنی هر دو جنبه رو دارن.
هر دو جنبه از غرب تمدن و تمدن رو و پیشرفت رو و علم رو و در این حال به اصطلاح فرهنگ شرقی خودشون رو یا هرچی اسمشو بذاریم حفظ کردن و این یه چیز والاست و به همین دلیل هم هست که اون وقت عزیزان بازیگران این رو نگاه بکنن که هر کدومشون واقعا شگفت آفرینی میکنه، یعنی فقط یه بازیگر سینما نیست، نویسنده است، متفکره، بزرگه و واقعا به اصطلاح و اون وقت چقدر از نظر هنری اینا چقدر طبیعی بازی میکنن و چقدر به اصطلاح. این رو میخواستم عرض کنم، یک بار دیدن این فیلم کافی نیست و عرض شود که امیدوارم که عزیزان همه این فیلم رو ببینن و بعدش همین میتونه چه سپر بلایی باشه در برابر. باید به دنیا این مسئله، به نظر من شاهکاری که اصغر فرهادی کرده اینه که به دنیا نشون داده که ملت ما احمدی نژاد ها و خامنه ای ها نیستن، یک گنجینه بزرگه به اصطلاح، به اصطلاح یک گنجینه ایه که واقعا نسل اندر نسل به کشور ما رسید و مخصوصا به اصطلاح اون چیزهایی رو که در اثر در حقیقت تقابل با این فرهنگ قرون وسطایی رژیم یه انقلاب فرهنگی در مردم صورت گرفت. درست در تقابل با اینا من در یکی از مقالاتم نوشتم که واقعا آخوندها که به قدرت رسیدن در سال 1357-58 بعد از اینکه مسلط شدن همون نقشی رو بازی کردن که ولتر، مونتسکیو و اصحاب دائرة المعارف، اونا به طور مثبت، ولی اینا به طور منفی، یعنی اونها نمونه مثبتی برای مردم فرانسه و تمام اروپا و جهان بودن برای اینکه انقلاب فرهنگی به وجود بیارن قبل از انقلاب کبیر فرانسه که واقعا تئوریسین‌های انقلاب فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه بود. اینا مردم درست در تقابل و عکس اون هر چی اینا می‌خواستن انجام بدن مردم عکسشو به وجود آوردن و از این طریق انقلاب فرهنگی در کشور، یعنی یه نقش از این جهت به حساب نقش مثبت بازی شد، یعنی مردم در حقیقت نه تنها خونساشون کردن، در برابرشون یه فرهنگ والا به وجود آوردن، در این حال که به حساب اون انسانیت و شرافت انسانیشون رو حفظ کردن، ولی مدرنیته کاملا رفته به تا جاهای عمیقی واقعا تو جامعه ما نفوذ کرده و این مایه خوشبختیه و دشمنانی که در خارج خیال نابودی کشور ما رو دارن این رو نمیتونن بپذیرن و یا بپسندن. من تا اینجا من فکر میکنم راجع به ایران کافیه، برمیگردم به سوریه که این تجاوزگرا به اصطلاح چطور به اصطلاح میخوان تمام منطقه رو به خاک و خون بکشن. یه خبر میخونم از سوریه و بعد یه خبر از لیبی میخونم برای اینکه اینها مهمه از جهت سرنوشت آینده کشور ما. حیزان دقت بکنن که در سوریه چی داره میگذره. این رو من از نیویورک تایمز 29 فوریه یعنی چند روز پیش گرفتم. ابو علی به عنوان یک روحانی، یک طلبه شیعه در شهر حمص که اکنون مرکز درگیری است، عزیزان میدونن که چه اتفاقاتی در حمص افتاد، برای نجات جان خود از آنجا فرار کرده و در عراق پناهنده شده. مردم عراق از کشت و کشتارهایی که در اونجا میشد به سوریه پناه بردن، حالا شیعیان اونجا دارن به عراق پناهنده میشن که عراق به عنوان خطرناکترین، از نظر امنیتی خطرناکترین کشور جهان شناخته شده، هم اونجا و هم افغانستان به دلیل وجود نیروهای تجاوزگر. اما این فرارش نه از ترس دولت سوریه بوده، او میگوید این به اصطلاح شورشیان بودند که سه نفر از پسر عموهای او را در ماه دسامبر کشته و اجساد آنها را در آشغالدانی منزل اقوامشان انداختند. همینایی که بهشون میگن به اصطلاح انقلابی و عرشبت که شورشی و اینایی هم که به اصطلاح هم عربستان ازشون حمایت میکنه، هم قطر، هم امریکا، هم فرانسه و دولتهای متمدن دیگه از این گرازها به اصطلاح حمایت میکنه. او میگوید من نمیتوانم در حمص زندگی کنم چرا که کشته میشوم، نه تنها من بلکه همه شیعیان
شیعیان شهر حمص همین وضعیت را دارن. ابو علی که از ترس جانش نمیخواد اسم کاملش رو بگه، مانند دیگر شیعیان عراق شورشیان سوریه را تروریست میداند و نه جنگنده راه آزادی، و این نشان دهنده یکی از پیچیدگی های اوضاع سوریه است. به همین دلیل است که بشار اسد هنوز چه در داخل و چه در خارج از پشتیبانی مردم سوریه برخوردار است، که عرض کردم در حدود 55% از مردم رأی گیری که خود یکی از بنگاه‌های قطر رأی گیری کرده. عرض شد که خواستار به حساب چشم و ابروی آقای بشار اسد نیستن مردم. عواقبش میخوان ببینن چیه، که در افغانستان چی شد، و مخصوصا در لیبی چی شد. اینان اقلیت‌های سوریه هستند که از ترس خشونت‌های فرقه‌ای از او حمایت می‌کنند. ابو علی می‌گوید دولت سوریه کاری که می‌کند محافظت از جان مردم است و برای این کار علیه تروریست‌ها مبارزه می‌کند. بعد خود خبرنگار: شورش در سوریه که رهبری آن به دست اکثریت سنی مخالف دولت سوریه که علوی‌ها بر آن تسلط دارند، به طور هرچه بیشتری غیر قابل پیشبینی و خطرناک می شود، چرا که تنش‌های قومی را در کل منطقه دامن می زند، منطقه‌ای که همکنون دچار تنش‌های مذهبی و قومی است. از نظر بسیاری از مردم منطقه، جنگ در سوریه بیش از آن که برای رهایی مردم از دست دیکتاتوری باشد، مسئله قدرت و منافع شخصی است. این مقاله عجیبیه که در نیویورک تایمز نوشته شده. نیویورک تایمز عزیزان اگه میخوان برن 29 فوریه. منتها البته تا ته مقاله رو که آدم بخونه، همین آدم داره به تنش‌های قومی میخواد دامن بزنه. سوریه دارد عرض شود که نیروهای فرقه‌گرایی منطقه رو جذب میکنه و بیم آن می رود که این درگیری ها آتش اختلافات قومی و مذهبی را در کل منطقه دامن بزند. علائم آن همکنون تا حدی در لبنان به چشم می خورد که علوی ها و سنی ها درگیری هایی داشتند. می خواهد تمام اینجا را به آتش بکشن. واقعا عزیزان به یاد بیارن که در عراق قبل از تجاوز امریکا به این کشور بین سنی ها و شیعه ها آیا یک چنین اختلافی وجود داشته؟ در خانواده ها شوهر سنی زن شیعه بود و یا زن سنی شوهر شیعه بود؟ و در خود دولت عراق چند تا از وزراشون، چند تا از سران دولت شیعه بودن و یا مسیحی بودن، مثل طارق عزیز. حالا ببینیم چی شده و نتیجه آیا اینها نتیجه تجاوزگرای خارجی نیست. و در اینجا یعنی عراق، این حال داره از عراق، این مقاله از عراق نوشته شده و گزارش شده که شیعیان اکثریت دارن، حوادث سوریه مردم را سخت ناآرام کرده و باعث تشدید شکاف‌های فرقه‌ای شده است، به طوری که ابو علی دریافت است که یک دهه پس از حمله امریکا به عراق و برانداختن صدام حسین، اختلافات فرقه‌ای بیش از هر زمانی وجود داره. من نمی‌رسم که همه اینها رو بخونم، فقط یک عرض شود که ابو علی یادآوری میکند که در حمص میگویند شعارهای ضد شیعه به گوش شنیده میشود. عرض شود که و بعد این شعار رو میدن عزیزان، اینایی که به اساس شورشی اسمشونه، میگه که اگه ما به قدرت برسیم مسیحیان باید به بیروت بروند و علویان به گور. یعنی اگر به قدرت برسن همینایی که عربستان امریکا طرفشون هست، چه قتل عامی را خواهند انداخت. در لیبی عزیزان ببینن که چه انتخابات قلابی در یمن کردن، که فقط یک به یه نفر فقط مردمی باز با گفتن انتخابات و رفراندوم بسیار جالبی، ولی در اینجا که رفراندوم شد برای قانون اساسی در سوریه گفتن این قلابیه. در لیبی جنگ شدید میان دو قبیله در بیابانهای دور افتاده لیبی، این رو من از آژانس فرانس پرس 21 فوریه گرفتم. آژانس فرانس پرس: جنگ شدید میان دو قبیله در بیابانهای دور افتاده در 10 روز گذشته موجب مرگ بیش از 100 نفر شده. از 12 فوریه تا حال لااقل 113 نفر از قبیله توبو، 30 نفر از قبیله زوایی در شهر کوفرا کشته شدند.
عیسی عبدالمجید رئیس قبیله توفو با تلفنی به خبرنگار آژانس فرانس میگوید اکنون یک هفته است که ما تحت محاصره ایم و 113 نفر از مردم ما از جمله شش کودک تا حال کشته شدن، 241 نفر هم زخمی شدن. عبدالمجید، حالا اینو عزیزان دقت بکنن، قبلا از مخالفین معمر قذافی بوده و دولت موقت او را مسئول امنیت بخش جنوبی کرده بوده. یونس زوایی سخنگوی شورای محلی کوفو میگوید که لااقل 20 نفر از و این در حقیقت مردم دارن یکی به یکی شهرها را آزاد میکنن از دست این گرازها و جنگ های قبیله ای داره صورت میگیره، جنگ داخلی داره تازه آغاز شده و همین بلا رو میخوان بر سر سوریه بیارن. عزیزان من صحبتمو اینجا تموم میکنم و میخوام یه قطعه ای از دکتر دباشی رو با آنکه وقت ممکنه یه کمی به اصطلاح زیق باشه نشون بدم، چون ایشون فرصت نیست که من عزیزان رو روی خط بیارم و ایشون صحبتهایی میکنه که من فقط قضاوتش رو با عزیزان میذارم و به نظر من این انسان متفکر با به اصطلاح در خارج، ما باید بدونیم که در خارج هم میهن دوستانی هستن که برخلاف اینهایی که میخوان آلترناتیو در خارج بسازن، یک چنین انسانی بزرگی نه تنها در داخل که من توضیحش رو دادم بلکه در خارج. بنابراین من بقیه وقت رو در واقع به دکتر دباشی میدم که ایشون صحبتی و یا مصاحبه‌ای که باشون شد توجه عزیزان رو به این جلب میکنم و خودم خداحافظی میکنم تا سه‌شنبه آینده که ساعت 9 صبح با عزیزان خواهم بود. راسخ جان این قطعه رو بذارید. شب و روز عزیزان خوش. در مورد منفعت ملی به نظر من هیچ اگر کسی تنها چیزی رو که فکر و ذکرش ایرانه، تنها فکر و ذکرش ایران نیست. یعنی جوری تو میتونی راجع به ایران فکر کنی و برای ایران آباد آزاد دموکراتیک فکر کنی که مثل هر درختی اینو در محیطش بشناسی بدونی و پرورش بدی. و کسی که میگه آقا اسرائیل به من چه، عربستان به من چه، فلسطین به من چه، اونجا به من چه، این نوع در واقع تفکر راجع به منافع ملی از نظر سیاسی غلطه، از نظر عاطفی غلطه، از نظر انسانی غلطه، از نظر اصلا منافع ملی غلطه. گوش می نازه چیزای انسانیش اینا رو بذار کنار. یعنی ما باید بتونیم منافع ملیمون رو در منطقه تعریف کنیم. مادام که تو یه کشور عقب مونده یه سلطانی مثل عربستان سعودی اونجا نشسته یا مثل اردن یا مثل حالا از اون برای نگاه کن یه تشکیلاتی مثل حزب الله یا غیر ذلک، تو نمیتونی بگی منافع ملی ما، من جوری تعریف میکنم که اصلا به ابدا به این کارا کاری ندارم. منافع ملی رو باید تعریف مجددی کرد. منافع ملی یعنی اولویت با منافع ملی مثلا تعریف مجددی میخواد، یعنی در منطقه باید تعریف بشه. یعنی تو باید مسائل سوق و جشی، نیروهای سوق و جشی منطقه رو، نیروهای ژئوپلیتیکس منطقه رو بشناسی ولی به دنبال ایران آباد آزادی باشی. ولی الان تو که نگاه میکنی مگر جمهوری اسلامی دنبال منافع ملی ایرانه؟ کی دنبال منافع ملی ایرانه؟ یعنی الان برای اولین بار تو میبینیم مردمی که مخالف جمهوری اسلامی دارن دفاع میکنن از تمامیت ارضی. یعنی ما شده داستان سینماگرای ایران، سینماگر ایرانی ایران بعد از سانسور جا خالی دادن که برن برای ایران افتخار بیافرینن. گوش میدی؟ بعدم که افتخار آوردن حالا بعد برگردن هم مسعود فراستی بهشون چهار تا لیچار بگه که نه سینما شما خوب نیست. دو سه تا نکته رو میگم. یکی اینه که من اولا به کنشگر حرفه‌ای اعتقاد ندارم. من به کنشگر اعتقاد دارم که یک کار زندگی داره، یکی روزنامه نگاره، یکی استاد دانشگاه، یکی پزشکه، یکی مهندسه. یعنی روزمره‌شو باید انجام بده که زیر بلیتی کسی نباشه. دوم اینه که باز متوجه باشیم که این جنبش های آزادی خواهی در هیچ دو کشور این هم نیست، با هم دیگه فرق میکنه، سرعتش با هم دیگه فرق میکنه، توانهاش با هم دیگه فرق میکنه. اینطوری نیست که شما پاشی بگی که آقا چرا سوریه الان 8 ماه 5000 نفر کشته شدن، ایران مثلا 100 نفر کشته نشده، همه رفتن تو، خوب کردن رفتن تو. تو نمیتونی بگی نه ایرانیان برن 8000 نفر کشته میشن که چی بشه.
دادن دیگه، در انقلاب قبلی دادن، الان نوع دیگه ای دارن مبارزه میکنن. تو اونو باید بشناسی، قدر بدونی، تشویقش بکنی، امید بهش بدی، هم یاری دستش بگیری و باش رابط. نکته دیگه ای رو که در مورد دقیقا چیکار میشه کرد این است که ما باید بین الان یه مقداری فضای مجازی قدرت زیادتری گرفته تا فضای حقیقی. باید بین فضای مجازی و فضای واقعی یه توازنی باشه. نه به این معنی که نه فضای مجازی مهم نیست. مثلا همین داستان شما در 4 فوریه، یعنی شما یه 5 تا 10 تا 15 تا اکتیویست میخوان بیان تابلو تعیین کنن، شب تا صبح بیدار باشن، کار کنن، فلان صحبت ها، ولی این باید هی بره توی فضای مجازی که مردم جمع بشن بیان، کمایی که دیدی دیگه تمام این میدون چیز تایم اسکوئر هم پر شده بود. یه توازن بیشتری میخواد، چون بعضی موقع ها اکتیویسم توی این چیز فیسبوک و سایبر اسپیس این حرفا، این یه چیز کاذب داره، یه ساتیسفکشن کاذب داره، تو که مونی کاری کردی. اینو باید یه مقدار بیشتر برد جلوی سازمان ملل، جلوی کاخ سفید، جلوی این خبرنگارا بیان، این سر صدای این پیچیدن این خیلی بیشتره. ببین در مورد اینی که مایی که در خارج هستیم، الان من تو داریم نیویورک صحبت میکنیم، باید چیکار بکنیم، به اون که در داخل ایران باید چیکار بکنه، اینا رو به نظر من نمیشه حکم کلی صادر کرد. اولا این حرف که ما تأثیر نمیتونیم بذاریم روی تصمیم های اوباما و در نتیجه ما مثلا راجع به سانکشن و جنگ حمله نظامی هیچی نگیم، فقط تمرکز کنیم روی دیکتاتوری جمهوری اسلامی، به نظر من غلطه، این استنباط غلطه. این من به عنوان کسی که الان 40 سال امریکا زندگی میکنم، اینطور نیست که آراء عمومی بی تأثیر باشه روی تصمیم های دولت. یعنی به طور قطع همین حرکتی رو که شما در 4 فوریه انجام دادین وسط میدون تایمز، 80 تا شهر در امریکا، رادیو تلویزیون های معتبر و مترقی امریکا اینو کاور کردن، عکساشو نوشتن، فلان صحبت ها، به هر حال ائتلاف بوده، امریکایی ها، ایرونی ها، فلان نه، هر کسی که قاطی بوده، این اینطوری نیست که حضور تأثیر نداشته باشه. من حتی بارها گفتم که دلیل اینی که به ایران تا حالا حمله نشده سینما ایرانه. یعنی تو یه قیافه آقای اصغر فرهادی رو که بره اونجا این جایزه رو بگیره، بگیم چیز کشور من کشور صلح دوسته، توجه کردی؟ اینی یه طرف بذار، تمام این پروپاگاندایی رو که طرفداری اسرائیل میکنن برای جنگ یه طرفه، کما اینکه یک کارتون توی خود هارتس در اومد بلافاصله بعد از اون که نتانیاهو و فلان صحبت ها نشستن، یه دونه اسکار هم دستش میده، میگن که این ما یه مسئله جدیدی داره با ایران. چون چرا؟ این پروپاگاندا چیکار میکنه؟ میاد قیافه ایران رو 75 میلیون خلاصش میکنه تو صورت احمدی نژاد. کما اینکه تو الان تو اگر بری توی چیز اسکار قطار نیویورک میبینی اون موقع ها این چیز از این رود که بهش دارت میزنن بود که مال اسامه بن لادن بود، بعد از اسامه بن لادن شد چیز صدام حسین، بعد از صدام حسین شد احمدی نژاد، که تو وقتی که این تمامیت یک کشوری رو، یه مدنیتی رو، یه فرهنگی رو میکنی یه صورت، این وقتی که بمب رو میزنی دیگه آدم نمیبینی، تو فقط این احمدی نژاد رو میبینی. این یه چیز اول سمیوتیکس این قضیه است. سینمای ایران، هنر ایران، شعر ایران، متفکرین ایران، نویسنده های ایران، روزنامه نگارای ایران نمیذارن این اتفاق بیفته. به خصوص سینما، به خصوص اینه که تو این قیافه محجوب محبوب اصغر فرهادی بره اونجا این جایزه رو، گلدن گلوب بگیره یا هر جایزه رو بگیره، اصلا نفس جایزه الان مهم نیست، بره و یه چهره دیگه رو، حالا فیلمرا مردم میرن جدای نادرستی میرن میبینن، اصلا این دفعه این چندگانگی در ذهن مردم امریکا دیم، وقتی که داره بمب بر میذازه، اون موقع زمانی ندا آقا سلطان میگفتم، الان دیگه همکلاسی و همسن سالای ندا آقا سلطان میبینن بعد از جنبش سبز نمیتونن بزنن، الان نادر و سیمین میبینن، اون زن شوهر میبینن، مسئله شون میبینن رفتن و... در نتیجه اینی که تمام همکاری رو که با عراق کردن، همکاری رو که با افغانستان کردن، یعنی الان من به عنوان تاریخ میتونم بهت بگم قبل از حمله به عراق افغانستان کردن این صورت اسامه بن لادن، قبل از حمله به عراق تمام عراق، یه مدنیت 5000 ساله عراق،
مهد تمدن بشریت، الفبای بشریت در اونجا میاد. کردن صورت صدام حسین که وقتی که زدن دیگه کسی هیچی نمیتونه صورتش بوره، نمیذاره. این تعدد و تنوع، حتی این جنگ و دعواهایی که ما بین خودمون داریم، ها، به قول آقای موسوی جنگ خانوادگی، طرفدار رژیم، مخالف رژیم، همین این دوگانگی و چندگانگی که هست، این خوبه، نشون دهنده یه تنش دموکراتیک بدنی سالم، یه جامعه سالمه که نمیذاره، که میبینه تو جلوی سفارت اسرائیل که رفتی دو تا ایرانی وایستادن در مخالف جنگه، ولی این با اون هی تنه میزنه، این اونو قبول نداره، اون با این سقلبه میزنه. این خوبه، این نظر نشون دادن چهره دموکراتیک ما به جهان مفیده، نشون میده که همه ما یه جور نیستیم، با هم دیگه متفاوته. در نتیجه اصلا و ابدا این حرف که نه آقا ما ولش کنیم، ما که تهران نیستیم، ما نیویورکیم، اون لندنه، اون فلان، اون دلش برای وطنش میسوزه، هزار یه دلیل داره که به وطنش وصله، ما خفه خون بگیریم، هیچ رجوع به جنگ نگیم، فقط تمرکز کنیم به چیز، به ایران. یک. دو، ما الان میگیم یه تقسیم کار به وجود اومده. خانم نصرالدین ستوده از دل زندان، آقای شهابی از دل زندان، منصور اوسانلو، ابوالفضل قدیانی، محمد نوریزاد، مگه اونا ساکن نشستن؟ اصلا اونا خیلی به ندرت راجع به مسائل خارجی میگن. آقای عمویی مثلا اخیراً در نامه‌ای که به ژیلا بنی یعقوب نوشته توش اشاره میکنه که ای بابا خدا کنه حمله نکنن باز میشه 28 مرداد. یعنی معلومه در دل زندان اینا باز حواسشون هست که چه اتفاقی ممکنه بیفته، ولی لبه تیغ نقد متوجه اون جاروریه که جلوش وایسادن، اون که داره میکنه و کار او و کاری که بقیه ما که هستی که اینا کامل و مکمل همن، فرق نمیکنه. اگه کسی نمیگفت تو اینو میگفتی. تازه علی رغم همه اینا تو وقتی یه شعاری میخوای بدی ضد تحریم، ضد جنگ، زیرش هم میگی ضد دیکتاتوری. حالا مسئله فقط محدود به استراتژی ها نیست، مسئله سر تغییر اساسی و ماهوی فرسی ماست. یعنی به این معنا که ماها تا حالا اینطوری فکر میکردیم که ما یه مخیریم انتخاب کنیم بین حمله نظامی و چیز امپریالیسم خارجی یا ظلم داخلی. برای اینکه اونی که میترسه از امپریالیسم داخلی خفخون میگیره راجع به ظلم داخلی حرف نمیزنه، اونی که از ظلم داخلی دیگه به تا اینجا شومدی میره کنار امپریالیسم وای میسه، کمونی که فرد هالیدی گفت اگر من قرار باشه بین صدام حسین و امپریالیسم انتخاب کنم میرم به طرف امپریالیسم. همین دیروز همکار من جوزف مسعدی مقاله نوشته میگه چرا واقعا ما بعد از این همه سال مبارزه کردن چرا باید مخیر باشیم فقط بین این دوتا که یا به فاشیسم داخلی باید تن بدیم یا به امپریالیسم خارجی باید تن بدیم؟ ما سومیشو میخوایم. و الان دنیا جنبش سبز سردمدارش بوده، اول شروع کرده در 2009 بهار عرب از 2011 ایندیگناتو در چیز در اروپا، جنبش وال استریت در امریکا، اینا همه دنبال یه شق سومی هستن. یعنی تو چون به جنبش وال استریت نگاه کنی اینا هم همش همینطور بوده. یعنی میگفتن یا دموکرات یا ریپابلیکن، اگه تو ووت بدی برای مثلا رالف نیدر رای تو دور انداختی یا در واقع برای ریپابلیکن ها رای دادی. 4-3 سال پیش در این که در امریکا یه امید کاذبی به وجود اومد مثل سید خندان خودمون که این اوباما قراره مثلا بیاد یه فرق بکنه و امید بیاد و فلان صحبت. همه ما از جمله خود شخص بنده رفتیم و تبرش تبلیغ کردیم، کمک کردیم انتخاب بشه فلان صحبت، که یک هندونی تو زری در اومده که اون سرش تو زرتر. یعنی الان تو فکر کن یه کسی که جایزه نوبل پیس صلح گرفته میره پوز میده که من تحریم اقتصادی گذاشتم، یعنی یه هیومانیتریان کرایسیس، بحران انسانی درست کرده در یه کشوری، تازه میره خیلی هم میگه آره من اونم که اون کاری کردم برای اینکه رأیای اینا رو بگیره. یعنی ما از نظر تاریخی در یه مقطعی هستیم، یه نسلی اومده سر کار که این نسل دیگه اون نسلی نیست که اعتقادات همچین سفت و سخت ایدئولوژیک داره که تو چپی راستی مذهبی هستی ملی هستی فلان صحبت، اینا دو پول این حرفا ارزش نداره. چرا که به منبعث رسیده؟
اصلا کل مقوله که ما بهش میگیم پسا استعماری به بنبست رسیده. این کتاب جدید من چیزی که داره در میراجع به بهار عرب سبتایتلش هست The End of Postcolonialism، برای اینه که قذافی محصول پستکولونیالیسم بوده، یعنی یک کسی که با کولونیالیسم جنگیده و به وجود اومده و خودش شده دیکتاتور. خامنه ای تالی اونه، بن علی این اونه، این بشار الاسد اینن، یعنی جهان تاریخ رفته جلو، این دیناسورایی رو که مال اون دوره تفکر بودن پشت سر گذاشته و الان در شرف کشف و شهود یه الفبای جدید سیاسی. اونی که در نتیجه به تو میگه آقا تو یا این اگر این کار کردی پس تو نوکر اسرائیلی، یا این کار کردی پس مأمور جمهوری اسلامی هستی، این بیشتر از هر چیزی بی سواده. فارسیش میگم دیگه ها، این دیگه هیچ تعارف نمیشه کرد، یعنی توانایی خلاقیت فکری نداره. این و اینجا چپ و راست این عمل، یعنی ما چپایی رو داریم در این خود این امریکا، احمدی نژاد که میاد میرن باهاش شام میخورن، میگن این مقابل امپریالیسم وایساده. نه فقط امریکا، شاوز، کاسترو بهش توی استودیو براش میذاره میگه این طرفدار مخالف امپریالیسمه. یعنی من نمیدونم مغز چی شما باید خورده باشی که فکر کنی احمدی نژاد این مقاومت کرده در مقابل امپریالیسم. اینا محصول یه تفکر متحجر عقب مونده است که داره خوشبختانه از بین میره. و هر کسی که به تو گفت تو باید برای اینه که امریکا حمله نکنه بنابراین تو خفه خون بگی هیچی راجع به ظلم در ایران نگو، یا فقط راجع به ظلم در امریکا در ایران بگو هیچی نگو، تازه اینا که بعضیشون تئورایز میکنن فلسفه میبافن راجع به دخالت بشر دوستانه، تو کوهای چیز پنسیلوانیا نشسته فلسفه میبافه ای که تو حوض افتاد باید چیکارش کرد از این حرف. تو باید توانایی اینو داشته باشی که ببین دنیا داره تغییر میکنه، تفکر سیاسی و عملکرد سیاسی داره تغییر میکنه، این هنوز ما الفبای پرداختن نظریش رو نداریم، ولی باید صبر و حوصله داشته باشیم بشناسیمش قبل از اینکه نظریه‌اشو بسازیم.